درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید یک چیز جالبی که خیلی از این تجزیه طلب های ابله و بعضی از ایرانی های ابله تر به زبون دارن میارن اینه که اگر فلان منطقه از ایران جدا میشد تبدیل به امارات و قطر و کویت و کشورهای پادشاهی میشد نمیدونم چرا امارات و کویت رو در نظر دارن چرا عراق و یمن و پاکستان و مصر و غیره که تو کسافت دست و پا میزنن نمیشدن مثلا به این توییت دقت کنید نوشته از تجزیه نترسید شایسته بود که ایران بعد از قاجار تجزیه میشد که اگر میشد الان خوزستان و بوشهر کم از امارات و کویت نداشت آذربایجان متحد شده و کشور مهمی در منطقه بود کردستان و بلوچستان به جای کولبری و سوختبری هویت و اقتصاد خودشون رو داشتن و گیلان و مازندران زبالدان تهران نبود حالا این فرد تو بیوش نوشته مدرس سابق دانشگاه امام حسین ببینید دوستان دلیل عقب افتادگی خوزستان و آذربایجان و بلوچستان جزوی از ایران بودن نیست ما هم قبل از انقلاب در دوران پادشاهی پهلوی در مسیر رشد و توسعه سریع اقتصادی بودیم مشکل ایران شورش علیه آن سیستم کارآمد و تقدیم حکومت به آخونده بی سواد بود آذربایجان خودش پیشداز این حماقت تاریخی بود کسی نمیتونه با مسئولیت ناپذیری تاریخی خطای جمعی انقلاب 57 رو به یک قوم و نجات بچسبونه و خودش رو قربانی تبعیضهای خیالی نشون بده. تازه جالبیش اینه که ایران زمان شاه از امارات و قطر مرفه تر و توسعه یافته تر بود و در همین رابطه پس از چین حالا روزهای شارلاتان هم از ارجاع پرونده جزایر سگانه به دیوان بین المللی حمایت کردند. پنج عضو دائم شورای امنیت موافق بررسی پرونده در دیوان بین المللی هستند. این خطرناکترین موضوعیه که میتونه برای ایران اتفاق بیفته. اگرچه رأی دیوان عالی هرچی که باشه مشورتیه اما نفس بررسی پرونده در دیوان بینالمللی تمامیت ارضی ایران ما رو دار خواهد کرد و به چالش خواهد کشید و رأی احتمالی به اشغالگر بودن ایران در موضوع جزایر سگانه با استناد به یک حکم دادگاه بینالمللی فاجعه بار خواهد بود ایران در بی صاحب ترین و ضعیف ترین و تنها ترین دوران تاریخی خودش قرار گرفته حکومتی که با اتکاب شرق چهار دهه بدبختی به ملتش هدیه داد تحریم شد از بازارهای جهانی حذف شد و در اقتصاد و بازار دنیا برعکس امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس هیچ جایگاه و نقش تعیین کننده ای نداره این چنین ضعیف شده و تمامیت ارضی مملکت رو بازیچه روس های شارلاتان کرده جزایر یعنی ایران با دادن جزایر عملا ما هیچ حقی در خلیج فارس نخواهیم داشت حتی دیگه نامی از خلیج فارس هم نمیمونه و عرب به آرزوی دیرین خودشون میرسن این در حالی روسیه چون کارت ایران رو از دست داده داره تمام تلاشش رو میکنه که سه جزیره رو از ایران بگیره تا بتونه ایران رو فلج کنه ارزش ایران به شاهراه بودنشه دریای شمال و جنوب رو ازش بگیری انگار ایران رو گرفتی شمال رو که جمهوری اسلامی داد رفت الان فقط مونده جنوب تازه دولت مردان آینده باید تمام تلاششون رو برای برگردوندن مرزهای آبی خزر به محل قبلی بکنن من نمیدونم یک سری از دوستان چطور به چنین نتایجی میرسن به این کامنت دقت کنید نوشته حداقل یک عده از مردم کشورمون که اونجا زندگی میکنن خوشبخت میشن تعداد این قبیل کامنت ها خیلی زیاده یعنی این واقعا دردناکه که چطوری حاضرن خاکشون بدن تا خوشبخت باشن این خوشبختی نیست جزایر مرکز قدرتن و ما هرگز از یک متر جزیره هم نباید بگذریم بوموسا به طور معمول به عنوان جزیره نظامی شناخته شده و به دلیل استراتژیک بودن دارای محدودیت برای ورود و ورود افراد غیر مقیم نیاز به مجوز داره مجوز مذکور از فرمانداری بوموسا اداره میراث فرهنگی استان هرمزگان و اداره کل عمران جزایر رو سپاه پاسداران قابل دریافته البته به نظر من الان هدف سیستانه اینا گمراه کردن به شیوه روس هاست روس ها استاد اینن که از جریان های اقتدارگرا حمایت کنن و بهشون تضمین علکی تو بحث دیپلماسی بدن و آخرش سر منافع خودشون اونا رو قربانی کنن نفوزی های روسیه همان روسوفیل ها خزر رو دادن برجام را هوا کردند با حمایت از روسیه در نبرد اوکراین حیثیت ایران ما رو بردن و بسیاری از موقعیت های اقتصادی مثل خط لوله گاز هند و اروپا و جاده ابریشم رو به خاطر اربابشون به فنا دادن و حالا انقدر وقی و گستاخ شدن که به دنبال واگذار کردن خاک جزایر هستند اما نکته اینه که پوتین آماده است تا خامنه ای رو قربانی کنه و شک نکنید که میکنه سیاست زلت حکومت خامنه ای در برابر روسها در طول تاریخ بی سابقه است. حتی قاجارها با همه بیکفایتیشون چند بار بر سر تمامیت ارزی ایران با روسها به میدان جنگ رفتن. در هفت ماه گذشته این بار سومی که روسیه حاکمیت ما بر جزایر سگانه رو زیر سوال میبره یک بار در مسکو، یک بار در سازمان ملل و بار آخر در مراکش. اونم تنها دوازده روز پس از سفر رئیسی به مسکو و دیدارش با پوتین. حالا مشخص شد که چرا پوتین شش پله به خاطر رئیسی اومد پایین بدرقش چون میخواست جزایر سگانه ایران رو تقدیم امارات کنه. و در همین رابطه فلاحت پیشه نوشته وقتی همراهان رئیس جمهور پله های کاخ کرملین رو می و می‌خواندند خر خر برفت و خر برفت عوامل پوتین پیشنویس بیانیه ضد ایرانی جدیدی رو در ابوظبی تهیه می کردن. این نمونه تازه ساده در سیاست خارجی ایرانه. گفتنیه که اشاره فلاحت پیشه به سخنان معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه رژیم که گفته بود رئیسی رو در روسیه عالی تحویل گرفتن پوتین 76 پله پایین آمد تا ماشین رئیس جمهور رو استقبال کرد با وجود برف شدید تا زمان حرکت ماشین هم تکان نخورد اینجاست که آدم یاد یه ضرب المثل میفته که میگه وقتی با جماعت روس دست میدی مراقب چهار تا انگشتت باش روسیه نمک میخوره و نمکدان میشکنه روسیه در جدا کردن بخشایی از ایران ما از قدیم تبهری دیرینه داره این کشور اسناد تصویری محکمی از مامور کاگبه بودن خامنه ای داره و خامنه ای هم برای عقب افتادن سرنگونی خودش هر کاری لازم باشه انجام میده ولی حالا آش آنقدر شور شده که صدای آشپز بیت خامنه ای هم در اومده و به رفیق پوتین لیچار گفته ولایتی منقلی بالاخره اثر بساط بلند شد و گفت که روسیه خیلی کار بدی کرده که بیانیه عرب در مورد جزایر سگانه رو تایید کرده ولایتی مشاور خامنه ای گفته بعضی موازه وزارت خارجه روسیه باعث تأسف و لطمه به اعتبار موسکوس ببینید دوستان بدون تردید همدستی جمهوری نکبت با روسیه در نبرد اوکراین یکی از بزرگترین حماقت های راهبردی حکام تهران در طول 44 سال گذشته بوده حماقتی که گریبان جمهوری اسلامی و متاسفانه ایران رو برای مدت خواهد گرفت در این میان هدف راهبردی پوتین تضعیف ایران و خود جمهوری اسلامی از طریق دخالت دادن رژیم در آشوبهای قابل مدیریت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به طوری که بتونه در میان مدت و دراز مدت از کارت جمهوری اسلامی به عنوان اهرم فشار در چانهزنی با آمریکا برای معاملات بزرگ ژئوپلیتیکی بهره ببره واقعیت اینه که جمهوری اسلامی برای پوتین آلت دستی بیش نیست البته جمهوری نکبت اسلامی نیز بدش نمیاد که آلت دست روس ها و ابزاری نازل و حقیر برای معامله ابرقدرت باشه نه قدرت های بزرگ غربی و نه روسیه هیچ کدام به این راحتی و به این زودی از گاو شیرده یا اسب بازنده خاورمیانه دل نمیکنند. این تازه دوران خوش جمهوری اسلامی پوتین هنوز معامله اصلی رو با کارت جمهوری اسلامی انجام نداده حالا وقتش یک نگاه بکنیم به شواهدی دال بر تحقیر جمهوری اسلامی توسط کرملین و درخواستای جمهوری اسلامی از روسیه از سالها پیش به خصوص پس از نبرد اوکراین اول فروش هلیکوپترهای تهاجمی کا 52 فروش هلیکوپترهای تهاجمی میل 28 فروش دو اسکادران یعنی 24 فروند جنگنده سوخو 5. فروش سیستم پدافند هوایی S-400 به ایران برای دفاع از حملات احتمالی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی، فروش کشتی های جنگی، راه اندازی سری راه آهن رشت آستارا و راه اندازی هرچه سریعتر کریدور شمال جنوب بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری توسط شرکت گازپروم در ایران تولید مشترک کارخانه بزرگ تولید خودرو سنگین در منطقه انزلی اما آنچه روزها به جمهوری اسلامی دادن هم جالبه ایران فروشی جمهوری اسلامی رو ببینید واگذاری کامل 120 پروژه اکتشاف مواد مدنی ایران به روسیه بنابر اعلام علیرضا شهیدی معاون وزیر سمت در آبان 1402 مخالفت روسیه با افزایش ناوگان دریایی ایران در دریای خزر در حالی که روسیه ناوگان دریاییش در این دریا رو با استقرار ده ناو و ناوچه افزایش داد و حق تعیین قیمت ترانزیت هم با روسیه است مصاحبه مسعود دانشمند عضو هیئت مدیره کانون مؤسسات حمل و نقل ایران با ایلنا در ژوئیه 2022 رو ببینید یا مخالفت روسیه با برداشت ایران از هشت چاه استخراج گاز طبیعی در دریای خزر که منبعش مصاحبه اردشیر دادرس رئیس انجمن جی ایران با ایلنا بود شریک کردن ایران در جرایم جنگی روسیه در اوکراین با تبعات سنگین مالی و حیثیتی برای ایران در آینده تلاش روسیه برای ایجاد اتحاد انرژی کشورهای حوزه دریای خزر به ضرر ایران ما حمایت سریع و چند باره مسکو از موضع شورای همکاری خلیج فارس درباره جزایر سگانه و موضع امارات پس از سفر اخیر پوتین به امارات اقدام روسیه در کاهش دادن شدید ورود آب به خزر خودداری روسیه از صادرات بنزین به ایران در مقطعی در ماهای گذشته مخالفت روسیه با توافق هسته‌ای به دلیل ورود نفت ایران به بازار جهانی روسیه در دکترین جدید سیاست خارجیش مصوب مارس گذشته از ایران به عنوان همکار روسیه نام برده در حالی که برای توصیف روابط خودش با ترکیه و عربستان از واژه شریک استفاده کرده دور زدن کریدور شمال جنوب توسط روسیه هم هست همه این وطن فروشی برای عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای به علاوه بریکس به علاوه حق وتوی روسیه در شورای امنیت یا تایید روس ها برای حمایت از گزینه خامنه ای برای جانشینی به نظر شما و فروشتر و خواهندتر از جمهوری اسلامی در روابط بین ملل و تاریخ معاصر داریم جان کلام این که ایران نسلی به بیغیرتی ما ندیده سپاس که تا انتهای ویدیو همراه بودید دوستان گرامی این کانال برای بهتر دیده شدن به حمایت شما که همان لایک و کامنت نیاز داره لطفا محبتتون رو از ما دریغ نکنید فروغ اهورایی همواره پاسدار و نگهبان ایران زمین و ایرانیان باد روز و روزگارتون خوش جاوید شاه تا ابد